بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام مجدد خدمت تمامی شما بیننده عزیز که برنامه عصر هریوار از ابتدا تا به حال دنبال کردیم. بیننده عزیز، ما چنانچه در ابتدا برای شما گفتیم بخشای مختلف و متنوع داریم و در این قسمت برنامه یک تن از نجاران قدیمی شهر هرات با خود داریم که صحبت خودمانی با جناب آقای نور محمد نوری، یک تن از نجاران شهر هرات داریم. جناب آقای نوری، خوش آمدید میگم به برنامه. وقت شما بخیر. خوش آمدید. سلامت باشین. تشکر. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و بیننده های عزیز. من نور محمد نوری هستم، یکی از صنعتکاران شهر هرات که حدود تقریبا 25 سال یا 27 سال ما به کار مشغولیم. بله. به کاروبار نجاری و امدیفکاری و کلن کارهای منبت کاری و نجاری هم که خب یکی در و پنجره سازی است، یکی مبل و فرنیچر سازی است. کل از اینا رو ما گذراندیم به حساب مرحله شروع. یکی پشت یکی دیگه. بله. تشکر از شما. شما خوش آمدید میگم به برنامه. آقای نوری، با توجه به حالت و وضعیتی که اصلا نمیفهم دیگه، شما با توجه به سابقه‌ای که دارین، فعلا از کاروباری که دارین، کاروبار نجاری که شما دارین، البته او باز مگرم شما شرح بدین بیشتر برای ما، راضی هستین به خاطر از اینکه حال شما کمی وضاحت دادین برای ما، بیشتر واضح شد که نجاری تنها خلاصه نمیشه به در و پنجره سازی، بلکه به اصطلاح تخت و خواب و منبتکاری و بعضی از امورات دیگه هم هست. سابق تمامی در و پنجره هایی که ساخته میشد چوبی بود، از چوب خار بود و نجارای زیاد ما میدیدین که مشغول بودن و حالا میبینین که در کنار در و پنجره های فلزی، در و پنجره های به اصطلاح پی وی سی هم وارد بازار شده و این تا حدودی تصور نمیکنین که کاروبار شما رو به اصطلاح کساد کرده باشه. به چی شکل شما ماین با این پدیده های جدید مقابله بکنین تا هم بتونین کسب روزی حلال بکنین، هم به شکل از اشکال واقعا گپ بره گفتن داشته باشین و بدرشین در جامعه؟ خدمت شما شود که طبیعتا هر کشور یک پیشرفت داره. ده. البته صنعت چوب بهترین صنعته. فعلا هم درسته که پی وی سی آمدن و دروازه چینی آمدن، بازم کار چوب سر جای خودش هست، یک صنعت قدیمی است، ادامه هم خواهد داشت، یعنی از بین نخواهد رفت صنعت چوب. خدمت شما شود که کاروبار خوب بستگی به این نداره که در و پنجره پی وی سی آمدن، کاروبار بستگی به شرایط مملکت داره. اگر مملکت آرام بود، اگر مملکت صلح بود، مملکت در حال پیشرفت، کاروبار هم خوبه. کاروبار هر کاری به هم دیگه بستگی داره. خدمت شما شود که قبلا MDF نبود، کارای MDF، فعلا MDF وارد بازار شده، به جای کارای چوب کارای MDF خیلی کارا مثلا جایگزین چوب شدن. شما قبلا شاهد بودین کلا انواریای چوبی می ساختن. این طرنیه که برای دائم الاوقات این چوب، ای وقتی رطوبت برسه کلان شوه، وقتی خشک شوه جمع شوه اینا، منتها ما این تجربه رو داریم که به زمستان اول، زمستان اول که ما تابستان کار می سازیم، زمستان اول این چوب مشکلات رو داره. منتها اگر درست رنگ شوه، به حساب درست ساخته شوه، مسئله خشکی و تریش در نظر گرفته شوه، دیگه بعد از زمستان اول که رنگ شوه دیگه هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. شما مثلا شما اینو صحبت میکنی، ولی خیلی جای دیگه ما سراغ داریم که 10 سال 15 ساله که دروازه چوبی ساختن ولی هیچ مشکلی به وجود نیامده. بستگی به ساختش، بستگی به مو نوع ساختش که او رو چه رقم بادخوره، از او رو چه اندازه باید بده، چی چوبی باید مصرف شده باشه اونجا، نوع چوبیش هم فرق میکنه. یک رقم چوبی هست که روغن داره زیاد مشکلات ایجاد نمیکنه، یک رقم چوبی هست که بدون روغن هم مشکلات خود داره. این بستگی به چند مدل داره، چند نوع داره یا نه؟ نه فرق میکنه، نوع از اینا فرق میکنه. یک رقم چوبی سفید خاره، یک رقم چوبی زرده. چوبای زرد از اینا بهتره،
چوبی سفید از این مشکلات خود داره. بوده که باز نجار میفهم و کاری و باز فردی که میه سفارش میده خب کمتر بگیم. بله. بله. تشکر از شما آقای نوری. به صورت عموم کاروبار نجاری شما در شهر ایراد به چی رقم چیگونه ارزیابی میکنه؟ نسبتاً خوبه. نسبتاً خوبه. حالا ما توقع زیاد نداریم. نه. توقع نسبت به شرایط مملکت که میخوایم نگاه کنیم نه. الحمدلله بد نیست، ولی باز ما اینجا یک مسائل های دیگه هم هست که دولت توجه نداره به این صنعتکارا. دولت اگر یک مقدار توجه داشته باشه به صنعتکارا کاروبارم خوب میشه. یعنی به این صورت توجه نداره که ما مبل فرنیچر تولید میکنیم اینجا، ما آلماری تولید میکنیم اینجا، تخت خواب تولید میکنیم اینجا. متاسفانه خیلی از این تخت خواب و آلماری و نمیدونم مبل فرنیچر که شما شاهدش هستین در بازار از خارج وارد میشه. جلوی واردات اینا رو از خارج نمیگیره، نظارت نداره. اگر جلوی واردات اینا از خارج گرفته شود، این خیلی کمک برای صنعتکارای این مملکت. یعنی اگر دولت، این تنها دولت میتونه این کار بکنه، اگر دولت این کار بکنه، این کار حمایت برای صنعتکارا. پس به صورت کل وضعیت بدی نیست، اما به صورت عموم هدف شما اینه که اگر دولت حمایت بکنه. دولت اگر حمایت بکنه مشکلی نیست. دولت اگر حمایت بکنه مشکلی نیست. تا امروز متاسفانه دولت حمایت، نه تنها حمایت نمیکنه، ما اینا رو چوب خودمون داخل افغانستان چوب فراوان داریم. ما چوبای سوزنی، چوبای جوز، چوبای سوزنی که به نام چوب چارتراش است که دمی قسمتای کنر و پکتیکا و پکتیا و این قسمتا که مثلا خیلی تقریبا حالا آماری که ما داریم حدود 1,300,000 هکتار در اون منطقه از اراضی ما تحت پوشی جنگلات قرار داره، جنگلات صنعتی و غیر صنعتی. یعنی مهمترین چوبا که به نام چوب سوزنیه، به نام چوب چارتراش معروفه که اینا به پاکستان قاچاق میشه و تعداد خیلی زیاد از اینا بیرویه قطع میشه، به صورت هیزوم مردم استفاده میکنن و هیچ گونه توجه دولت، نه دولت دارن نه ملت. یعنی اگر جلوی تخریب از اینا رو بگیرن دولت، مردم جنگلات ها شما، ما تقریبا در کل که آماری که داریم نزدیک 2,000,000 هکتار، 2,000,000 هکتار ما در این قسمت های پکتیا و کنر و نمیدونم همین طرف های بادغیس و فراو اینجا ما اراضی ما تحت پوشی جنگلات قرار داره، ولی هیچ گونه توجه دولت به این سرمایه ملی، به تخریب سرمایه ملی نداره، جلوی تخریب از اینا گرفته نمیشه. یعنی ما الان چوب هایی که اینجا استفاده میکنیم کلا چوب خارجه. خوش ما میگه چوب خار مال روسیه است. درست. خب چرا ما بریم از روسیه چوب بیاریم؟ در صورتی که ما اگر این به صورتی درست استفاده شوی چوب های ما، اگر دولت جلوی قطع از اینا رو بگیره، جلوی قاچاق از اینا رو بگیره، ما چوب ما بسه. این نیاز نیست که ما بریم از خارج چوب وارد کنیم. اگر این هم یک حالت صورت بگیره آقای نوری که جلو به اصطلاح قاچاق چوب افغانستان گرفته بشه، از نظر شما تفاوتی در بازار به اصطلاح چوب میآید؟ نفع ازی به صورت کل برای شما چی هست؟ منظور شما اینه که چوب سوزنی و چارتراشه که داره او با کیفیت تر از این چوب روسیه؟ خیلی با کیفیت تره. خب شما حساب کن مثلا چوب روسی برای بعضی کارا به درد میخوره، مثلا برای هر کاری مناسب نیست. شما حساب کن چوب خار روسی مبل ساخته نمیشه، مبل فرنیچر درست کندکاری نمیشه. شما مثلا ما مدت های زیاده بودن که روی کندکاری، روی امزی منبتکاری که تو تاجای مبل و پایای مبل اینا کار میشه کار کردیم. چوب روسی به هیچ عنوان کار نمیشه. شما هر مبل سازی که بخوای بری نگاه کنی کلا چوبای داخلی برای مبل سایمون استفاده کنن. چوب جوز استفاده من برای کندکاری، چوب خار روسی کندکاری نمیشه.
تشکر از شما جناب آقای نوری، خیلی خوشحال شدیم از اینکه برنامه عصر حریبا تشریف آوردیم. ممنون از صحبت های شما. تشکر از شما که زحمت کشتین، وقت برنامه رو در اختیار ما قرار دادین. ممنون از شما، انشالله که کاروبار پر رونق داشته باشین. سلام. تشکری میکنم از شما بیننده عزیز که از ابتدای برنامه. بله بفرمایید جناب نوری. یک خواهش، ما به حساب یک گفتنی برای دولت داریم. بفرمایید. یک گفتنی برای ملت، یک گفتنی برای همین صنعتکارای شهر هرات. بفرمایید. در کل صنعتکارای افغانستان. بله بله. برای صنعتکارای افغانستان این گفتنی رو داریم که در کارشون دقت صداقت انجام میدن. دقیقاً. واقعا در کارشون دقت داشته باشه و صداقت داشته باشه. برای دولت، برای که تا به حساب مردم راضی باشه، مردم از این جنسی که ما تولید میکنیم راضی باشه استفاده کنه. برای دولت چون وقت تمامه جناب نوری، با معذرت. بسیار ببخشید چون وقت برنامه تمامه. مجبورن انشالله برکه بشه در برنامه دیگه شما رو با خود داشته باشین. از صحبت‌ها شما انشالله استفاده خواهیم کرد. بیننده عزیز تشکری میکنیم از شما. خدا حافظ و نگهدار شما.